سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام هم اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه و میخواییم بررسی کنیم اخبار این یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه میخوایم یه رکورد خوب رو بررسی کنیم، اونم رکورد آهنگ آبی قرمز از اشکان فداییه که توی 3 روز 190 کا تقریبا ویو گرفته توی ساند کلاد، که رقم بالاییه برای ساند کلاد. اگه ساند کلاد رو چک کنید میبینید که اکثرا حتی 100 کا هم نیستن توی پیجای رسمیشون. خب متاسفانه توی ساند کلاد تقریبا خیلی ها هستن که آهنگای خیلی های دیگر رو گذاشتن بدون اینکه مال خودشون باشه و ویو ها اونجوری تقسیم شده، اما خب آهنگای ملتفت از کانال مهدیار پخش میشه توی ساند کلاد و همونطور که میبینید آبی قرمز 190 ویو داره که خیلی ویو بالاییه و توی 3 روز توی ساند کلاد مطمئنن بیشتر هم میشه. خشایار اسار سپر خلسر به عنوان آرتیست بعدی آلبومش معرفی کرد که خب خبر خوبی بود، چون میدونیم که با هم یکم درگیر بودن توی 2-3 ماه گذشته، اونم سر پادکستی که تولید کرده بود سپر خلسه و اون تو ساشا صبحانی آورده بود و سر همون یه سری بحثا بود. اما به هر حال سپر خلسه رو معرفی کرد و خبر از این داد که دوباره رابطهشون خوب شده و همچنین اعلام کرد که 2 اکتبر اگه اشتباه نکنم سینگل ترک درد سر که فیتی با لیتو هست از آلبوم اتصالی پخش میشه. اما هیچ وقت نزد سر من سهراب ام جی با یه استوری خبر از کار جدیدی داد که قراره با سامان ویلسون بکنه، هیچ جزئیات دیگه ای انتشار نکردن، اما باید منتظر یه ترک باشیم از سهراب و سامان که معمولا همکاریایی که با هم کردن جالب و باحال بوده. آرتا با یه استوری اعلام کرد که بعد از مدت ها که به هر حال خیلی طول کشید که ترک ننال بیاد، ننال هم یه فیتیه بین سهراب ام جی، سامان ویلسون، کوروش و آرتا، خب اعلام کرد که بعد از اربعین این ترک پخش میشه. حالا تاریخ دقیق نداد ولی خب مطمئنیم که زودترش پخش نمیشه و میفته برای بعد اربعین. عرفان با استوری استوری خبر از آلبوم جدیدش داد که گفت اکثر ترکاش هم تکیه، خب انگیزه رو تازه دادن که با دارا و خیلی های دیگه بود و یه آلبوم دیگه هم قراره بده، حالا هیچ تاریخ پخشی نداد که امسال میاد یا چی. به هر حال بعد منتظر یه آلبوم دیگه از عرفان پایدار باشیم. بچه جا خالی، مانم استودیو با رامین، یکی از چکایی که خیلی دوست دارم از آلبوم بعدیم رامینم سرش شلوغه. رامین سرش شلوغه فعلا. آلبوم تکیم بچه خیلی فرق داره، یادم افتاد که زیاد راجبش حرف نزدنم تا حالا، یه آلبومه که اکثر رنگ و تناتش دارم کار میکنم، فازش هم خیلی فرق داره راجب مرگ و زندگیه به طور کلی و خیلی خیلی خوشحالم راجبش. اطلاعات بیشتر رو فعلا نمیدم، سعی میکنم تا چند ماه آینده، الان چون تو فازش بودم و اون چاکه داشتیم کار میکردیم گفتم یه ویدیو بگیرم، ولی مطمئنم که فنهای قدیم و جدید هم خیلی حال میکنه. خب بعد از مدت ها انتظار که خب چند تا تاریخ اومد، تاریخ ها دوباره تأخیر خورد و اینا، دابل آلبوم که متشکل از پیر شدیم ولی بزرگ نه 3 و انفرادی هست یه تاریخ دیگه برای ارزش اعلام شد، اونم 5 اکتبر یا 14 مهر ماه هست و خب اینجوری که معلومه قراره روی یه پلتفرم استریم جدید به اسم لایرا بیاد به صورت انحصاری. خب خیلی جالبه چون این آلبوم فروختم شده، یعنی بجز اونایی که خریدن که براشون ایمیل میشه که به نظر میاد باید ایمیل بشه، بقیه فقط باید از روی اون پلتفرم گوش کنن. پلتفرم هم مثل این که همون 14 میاد، هیچ خبر دیگه نداریم به جز همین، بعد منتظر باشیم دیگه.
میرم سفر کف بیزنس، نه اینا واسه همه نیستش، انگورا توی بینیال لیتر میشم برام میلیارد، میگی آره میگم نه، میگی آره میگم نه. سفیر با انتشار یه پست اعلام کرد که میخواد یه ورکشاپ جدید بذاره، از ایده تا اجرا رو تعلیم بدن توی دو جلسه به علاوه یه جلسه رفع اشکال، و یه شماره اونجا گذاشت، میتونید به اونجا تماس حاصل پیدا کنید ببینید قیمتای چجوریه. کلاس ها هم به صورت آنلاین هست، اگه علاقه دارید به این داستان من شمارش رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونید زنگ بزنید و استفاده کنید. سوگند با انتشار یه پست خبر از این داد که داره آلبوم جدیدی رو میده و اولین سینگل ترکش به زودی پخش میشه. هیچ خبر دیگه ای نداریم، نمیدونیم که سبک آلبوم چجوری، آیا تلفیقیه یا باش اشخاص دیگه است یا نه فقط خودش و سبکه، به هر حال سبکی که اجرا میکنه نمیدونیم، بعد منتظر باشیم بیاد، اما به نظر میاد که آلبوم خوبی بشه. میدونم دلت برام دوباره تنگ میشه، خب این هفته بعد از مدت ها آهنگ هولش از توهی و تتلو پخش شد. آهنگ فوق سیاسی آبی قرمز از اشکان فدایی که در اعتراض به کشته شدن و اعدام شدن نوید افکاری بود این هفته پخش شد، که درباره رکورداش هم حرف زدیم، منم بهش ریاکت کردم، ریاکتش این بالا هست، میتونید برید ببینید. نمیخوام حتی مشعل کم نور، تنهایی میزنم به لشکر نمرود، شیپور خونه به گوشه مردم، خواب خیمه شب بازیه، قتل و قصاص اونچیه که میکنه خیر و اشتر دور، لالا به گوشه رو نمیندازه دیگه لیلا علنگو، واسه همشهری دست کومیدا کیهان از سکو اعتماد در میان بسر. آهنگ فیک لاو داشتیم از نسیم که میکس و مسترش با پارسا لیپ بود. اینسترومنتال بشکن رو داشتیم، همکاری مشترک از سعید دهخان به همراهی آتور. آهنگ آقازاده رو داشتیم از رابر. همه اینا واسه ما، بنز و پورشه واسه تو، نون پنیر گوشه یخیش واسه ما، دلار دلار وام ابوی با جربوی واسه تو، سکد و واسه پیش حقوقی واسه ما، زل گرما سگ سرما واسه ما. موزیک ویدیو حق از تس. رو از خزانه هاشون نمیدن، نه من منتظرم حق منو بگیرن، منم حق تو رو بگیرم. موزیک ویدیو ماماسیتا از بهزاد لیتو. ماماسیتا تکون بده با بیتا، بگو زود بیاره سیتا، تکیلا مارگاریتا. نیو آرتیست اول این هفتمون دلو هست، که یه آرتیست واقعا عالیه و کارش خیلی خوبه، خیلی جای پیشرفت داره، ولی کارش خیلی خوبه نسبت به برحال وقتی که تازه شروع کرده. و خب ما ریاکت کردیم به ترک زیرزمینی از دلو که این هفته پخش شده بود، این بالا هم هست، میتونید برید ببینید اگر ریاکشن رو ندیدید. و خب یکی از استعدادهای جدیده، آهنگش هم این هفته پخش کرد، اگه خوشتون اومد حتما برید ازش حمایت کنید که بیشتر انرژی بگیره.
تو یا نبود واسم جبه خونم، خیلی چیزا رو میفهمیدم با این که بچه بودم. شاید تو هم روحیت و عدس دادی وقتی بین مامان بابا شدش دعوا کردن. نیو آرتیست جدیدمون سزاوار هست که توی آلبوم هیپ هاپ و انرژی از حامد اسلش هم حضور داشت و یه فیتی رو با اون داشت و منم اون تو شناختمش. خیلی کارش خوبه، یه کار جدیدی هم این هفته پخش کرده به اسم هوشدار به همراهی ری جی. عروی مانه های جلوی ران پریدم، فهمیدم دری است که پشتش حقیقت، ولی کسی ندیدش و اونی که دیده با همه غریب است. نرف با جمعیت تو مسیری که نتیجهش جایی مثل طویل است. کارشونه دریدم ولی یه واقعیت تا در میرم با چش. خب این بوده از اخورپی این چند وقته، یکم خب ترک ها کم بود، آلبومم نداشتیم، اما به هر حال این بود. امیدوارم که لذت ببرید. حتما اگه از نیو آرتیست هایی که گذاشتیم خوشتون اومد، برید سراغشون، برید حمایتشون کنید و بهشون انرژی بدید. و اینکه خب لینک تلگرام، لینک اینستاگرام و همچنین لینک ریمیت ما توی دیسکریپشن هست و لینک تمام آهنگا از همونجا که خودشون پخش کردن و اعلام کردن خواننده ها هست و میتونید برید آهنگا رو مستقیم گوش بدید. و همچنین اگه دوست داشتید عضو کانال تلگرام و اینستاگرام ما بشید، از اونجاها هم از ما حمایت کنید که خیلی به دردمون میخوره. و در نهایت من میبینم بعضی میگن آقا تلگرامت کجاست، اینستاگرامت کجاست، لطفا لینک دونیت بذار. همه اینا تو دیسکریپشن و تو ابات چنل هست، میتونید برید اونجا و دمتون گرم دیگه. حمایت هایی که دارید و به عمل بیارید. همین، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ، خوب، عالی و بمب باشه و کلی اتفاق خوب براتون رقم بخوره. تا ویدیوی بعدی، سی یو سون.